رئیس جمهور ترامپ در جریان گسترش ویروس کرونا و کمپاین انتخاباتیش، در حالی که روش اقتصادی رقیب دموکرات خود جو بایدن را تقبیح می کند، تعهدات خود را برای احیای اقتصاد متمرکز کرده است. بایدن گفت نه، او آن را مسدود می کند. ما همین اکنون ریکارد ایجاد مشاغل را قائم کردیم. هیچ وقت چنین نبوده که در 3 ماه اینقدر افراد را به کار بگماریم. بیش از 9 میلیون نفر را به کار گماشتیم و ما آماده قائم کردن ریکارد تمام وقت بازار اسهام و هر چیز دیگری که قرار است پیگیری شود می باشیم. نمایندگانی که به طور رسمی ترامپ را به عنوان کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری معرفی کردند، می گویند برای رشد اقتصاد امریکا به او اعتماد دارند. قبل از شیوع ویروس کرونا اقتصاد فوق‌العاده قوی بود. می دانید ما بیکاری خیلی کم داشتیم. بازار اسهام هر روز ریکارد قائم می کرد. می دانید در سراسر کشور اقتصاد واقعاً قوی است. این ویروس همگیر فقط موقتی است. در نهایت با پایان خواهد رسید و کاروبار دوباره آغاز خواهد شد. سوال این است که چه کسی تجربه احیای اقتصاد را دارد؟ حتی نمایندگانی که به خاطر پروتکل فاصله اجتماعی قادر به شرکت در کانونشن نیستند، میگویند که رئیس جمهور را مسئول وضعیت فعلی بیکاری نمیدانند. من فکر نمی کنم مردم لزوماً رئیس جمهور را به خاطر قرنطینه که ویروس کرونا عامل آن است مقصر بدانند. فکر می کنم اقتصاد بسیار خوب است. در حال حاضر از دیدگاه اقتصادی در جایگاه خوب قرار داریم. من عاشق سیاست های اقتصادی هستم که رئیس جمهور ترامپ به پیش می برد. اگر رئیس جمهور ترامپ کمتر توییت کند، در 1.5 ماه گذشته کار فوق العاده انجام داده است. اما کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و کافی‌ها سخت‌ترین ضربه را از انتشار ویروس کرونا دیدند. گزارش شده که بیش از 1/4 کارگران در این صنعت بیکار هستند که حدود 1/3 تمام زیان‌های شغلی در اقتصاد ایالات متحده را احتوا می‌کند. یگانه راهی که شخصاً احساس می‌کنم راهی که می‌توانیم اقتصاد را در مسیر خوب دوباره قرار دهیم، این است که ویروس همگیر را از بین ببریم. بنابراین من فکر میکنم ما باید با عنوان یک ملت تصمیم بگیریم که این کار را در اولویت قرار بدهیم. رئیس جمهور ترامپ در حالی که این کنوانسیون در طول هفته طور مجازی ادامه دارد، به تشریح برنامه‌هایش برای مردم آمریکا ادامه خواهد داد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.